اینجا محل دفن زباله‌ی شماره 5 در حومه کیف، پایتخت اوکراین است. جایی که انبوه زباله آن را به محل مناسبی برای حیوانات ولگرد تبدیل کرده. سالهاست بحران مدیریت زباله در اوکراین بهداشت عمومی و محیط زیست را به خطر انداخته است. با اینکه از استقلال اوکراین چندین دهه می‌گذرد، هنوز این کشور فاقد یک سیستم مدیریت زباله مناسب و منابع لازم برای مقابله با این بحران است. بیش از 6000 مرکز دفن زباله قانونی و 30000 مرکز غیرقانونی در اوکراین وجود دارند که منشأ بوی بد و انواع بیماری‌ها هستند. محل دفن زباله شماره 5 با مساحت بیش از 60 هکتار یکی از بزرگترین خاکچال‌های اوکراین محسوب می‌شود. این مرکز قرار بود 3 سال قبل به طور کامل بسته شده و زباله‌ها به محل جدیدی منتقل شوند. اما خاکچال جدیدی ساخته نشد و روز به روز زباله‌های بیشتری اینجا انباشت شد. حالا کوه‌های زباله این مرکز را به محلی برای تجمع سگ‌های ولگرد و پرندگان لاشخور تبدیل کرده است. زندگی اینجا برامون خیلی سخت شده. این محل دفن زباله بوی خیلی بدی میده. وقتی بارون بیاد اوضاع بدتر میشه تا حدی که نمیتونین هیچ کاری براش بکنین. ما کل در و پنجره‌ها رو میبندیم تا بوی بد وارد خونمون نشه. هممون مریض شدیم. با اینکه سن زیادی نداریم، به مشکلات قلبی و تنفسی زیادی دچار شدیم. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اخیراً اعلام کرده استانداردهای ایمنی در اکثر مراکز دفن زباله‌ها رعایت نمی‌شوند. خاکچال‌ها با انتشار گاز متان یکی از عوامل اصلی گرمایش کره زمین محسوب می‌شوند. دولت برای حل این معضل قانونی وضع کرده که به موجب آن شهروندان باید زباله‌های خانگی را برای بازیافت تفکیک کنند. اما به دلیل وجود تنها یک زباله سوز در کشور، این طرح موفقیت‌آمیز نبود و سالانه تنها 4% زباله‌های کشور تفکیک می‌شوند. در اوکراین منابع اقتصادی لازم برای روی آوردن به یک روش متفاوت در مدیریت زباله وجود نداره. اینجا محبوب ترین مدل مدیریت زباله همین دفن زباله در خاکچال هاست. 93% زباله های کشور در این خاکچال ها دفن میشن. دلیلش هم اینه که این کار سود زیادی داره. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد بسیاری از مردم اوکراین از اهمیت تفکیک و بازیافت زباله اطلاعی ندارند. همچنین کمبود سطل‌های بازیافت شرایط را وخیم‌تر کرده است. متخصصان محیط زیست می‌گویند برای حل این بحران مقامات دولتی باید به طور گسترده اطلاع رسانی کنند. همچنین دولت باید بودجه بسیار بیشتری به مدیریت بهتر زباله‌ها اختصاص دهد.